جهان. این برنامه به نام رهایی رو اونجا نوشته میشه. منظور از رهایی اینه که من شما و همه یک کاری کنیم که ملت ایران از دست این رژیم آخوندی رهایی پیدا کنن. واقعا ما ملت بدبختی هستیم. ما چجوری گول این آخونده رو خوردیم؟ حالا داستان طوری همست اول رو قضیه میشه. ببینید که من این برنامه رو خدمت من معمولا روزه دوشنبه چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. من برنامه رو من پرویز نوری اسمم رو در هوستون تگزاس از ایالت های امریکا زندگی میکنم. از اینجا از طریق اسکرین باکس برنامه رو میفرستم به دفتر آقای امید امیدوار در واشنگتن. ایشون از اونجا روی اینترنت میزنن و در همه دنیا میشه شنید. امروز که برنامه خدمتتون تقدیم میکنم روز 26 اسفند ماه 2574 هخامنشی است، برابر است با 16 ماه مارچ 2016 میلادی. خانم من همیشه میگه که تو لباسای مشکی اینجوری بپوش فرم نمیدن ما آقایون که لباس قرمز بپوشن، پس ما لباس قرمز کی بپوشیم؟ آقا دیروز چهارشنبه سوری بود، سر دیگه عیده. خب در این فاصله من آخرین برنامه است که در سال 1394 در خدمت شما و چند روز دیگه 95 میشه و من دیگه فرصتی اینکه روزهای شاد امروز رو بزرگ داشت بگیرم دیگه تموم میشه و باید این فرصت رو داشت. بلذا من از این لباسهای که به قول خانمم سنگین و رنگی نیست استفاده کردم. پیلون دیروز اتفاقا ما چهارشنبه سوری در منزل برگزار کردیم. خانم من سه تا از این ظرفای فویل آلومینیوم که توش غذا مثلا با قضا میخوانن یه ببرن یه جایی میرن مغازه قضا سفارش میدن تعداد جایی میتونی میذارن این فویلا خرید و سه تا از اینا و توی کف حیات میره هر کدوم دوتا آجر گذاشتیم که کف حیات لطمه نبینه. توش یه مقدار چوب و شاخه درخت و اینا گذاشتیم و آتش روشن کردیم. الو 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 تو گوشی جناب پارسا سرگی مدیر تلویزیون مردم تیوی روی خط هستن. درود بر شما جناب سرگی، بفهمه. خیلی ممنون. من زنگ زدم که تبریک بگم رسیدن سال نو رو. هم باور کنید من هر وقت شما رو میبینم میخواستم از شما سوال کنم که این لباس های رنگین و سنگین سلیقه خانومتونه یا سلیقه خودتون؟ نه خانوم هم مخالفه با اینا، خود شکایت میکنه. بگید ببخشید، همه دلشون میخواد که اینجوری آقای جنتلمن خوش هیکل در صورت خیلی قشنگ هر وقت آدم میبینه یه رنگ تازه و خوب. امیدوارم که زندگیتون پر رنگ سال خوب برای همه سلامتی. زمین امروز صدا خوب شده، چه کار کردید به من بگید؟ بله من هیچ کاری نکردم، از آقای امیدوار بپرسید. خب شاید آقای امیدوار یه هفته که رفته بود معمولیت و اینها بعد آمده درست کرده. از ایشون هم تشکر میکنم، به ایشون و خانوادش هم سال نو رو تبریک میگم. به تمام بینندگان شنوندگانم به همین صورت من بیش از این موضوعات رو نمیشم. منم جناب سرگی به شما تبریک میگم، به بینندگان تلویزیون مردم مردم تیوی و به خانواده شما تبریک میگم و تشکر میکنم که در مدتی که آقای امیدوار مسافرت بودن شما به ما به فرمان دارید گفتید مهمون من بیاد تلویزیون. در اصلا لطف کردید، خیلی ممنون. مرسی، خدا نگهدار. از این حرفا برقرار بشید، پاینده بشید. بله داشتیم میگفتم که آره دیروز چهارشنبه سوری بود، ما
خانم عزیز حرفای فول گرفت و منم نشستم یه ساعتی چوب و تخته و اینا رو خوست کردم و ریختم اون تو نفس ریختم آتیش دادیم آتیش گرفت به مهمونا به 15 تا شدیم جمعا و از جاهای مختلف از پهل دیگه ایرانی افغانی دیگه منطقه ایرانی ها نقاط مختلف ایران بودن و از روی آتش پریده بعد صحبت میشد که فلسفه آتش چهارشنبه سوری چیه ببینید فلسفه درخت کاج شکل میرن شاخهای درخت کاج میکنن میارن تو خونه میذارن بعد هم که مثلا کریسمس تموم میشه میذارن تو خاک رو میره خواهی درخت کاج حیفه که میذارن میرن این چیز نیستی که این یه سنته یه چیزی که مردم باید شاد بشن و چهارشنبه سوری هم در اصل اینه البته من یه نمیدونم من محقق ایران باستان نیستم و اونایی که در کار تخصص هستن هر کنون یه حرف میزنن بعضی میگن مثلا روزهای هفته در قبل از اسلام در ایران به صورت مثلا کیمانشید و نمیدونم ناهیدشید و اینا بوده بعضی میگه اصلا ما روزهای هفته نداشتیم در ایران قبلی حالا من در واقع خیلی خوشحال میشنم یه نفر کارشناس این قضیه باشه بیاد یه توضیح بده من بسیار بسیار سپاسگزار ازش خواهم شد ولی به هر حال حالا این فرض رو میگیریم که به احتمال قوی تر این فرض درستره که در ایران هخامنشی یا مثلا ایران قدیم زردشتی روزهای هفته وجود نداشت اصلا هفته شنبه یکشنبه وجود نداشت پس چجوری میشه تقسیم روزها 12 ماه 30 روزه داشتن میشده 360 روز در حالی که سال 365 روزه هر 4 سالی هم میشه 366 روز پس بنابراین وقتی 12 ماه تموم میشده چند روز بوده که توی هیچ ماه اونان نبوده روزهای جدا از ماه وجوده اونا روزهای عید بوده روزهای سال نو بوده روزهای جشن بوده و اون روزها آتش می افروختن خب وقتی که عرب ها به ایران حمله کردن و متاسفانه ما به زور دین اسلام رو پذیرفتیم در حالی که دین ما زردشتی بود و اگر بخوایم به عقل جور بگیریم اون بهتر بود و اگر با هر چیز مثال بگیریم اون دین بهتری بود از همه دینا بهتره و در ایران متاسفانه یه دهی زیادی هم میگن مسیح میشن در حالی که اشتباه میکنن باید دین آبایتادیمون دین زرگوشی بگیریم نه این که دین اونو بگیریم دین مسیح بگیریم آخه دین مسیح تا وقتی که مسیح دین مسیح به صورت پروتستان در نیومده یه دین پیروانی داشت که پیروانش از همه جا ستم میکشیدن اونها رو میندختن جلوی شیرا و ببرهای گرسنه توی روم که تماشا کنه اینا چجوری تیکه تیکه میشن و خود مسیح رو هی گرفتن کتکی زدن هی مسیح گفت خدای اینایی که من کتک میزنم ببخش اینا نادانن در دین زردشتی اینطوری نیست اورا مزدا میگه که بیاید بریم به من کمک کنید بریم با بدیها بجنگیم اهورامزدا میره میجنگه به من میگه بیا با من کمک کنم برم بجنگم الو الو درود بر شما گوشی جناب ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس هستن هر کی رادیو ایران ایشونو بخواد گوش بده باید به دربی داد بعد چون که رادیو ایران هوستون تگزاسه پس rihq.com یا .core بزنه و روی آیپد و آیفون و تلفن های هوشمند و GLD هم میشه دید جناب ناصر توکلی ریخص هستید خیلی خوش آمدید ایلم بهتون تبریک میگم بفهمه من هم به شما عید و شادباش میگم به شما شنوندگان بینندگان تلویزیون مردم تیوی تلویزیون ایتو چنل و رادیو ایران این شنبه و یک شنبه و شب با تو اینا از سوریانی هستش ایران در قدیم روزهایی که شنبه بوده کیوانشید یه
شانده مه نمشه که شما یه علم ببینید در خارجی هم میگن شانده مه همون خورشید مرشید یا شانده یک شنبه دوشنبه محشید بشنبه بهرامشید چهارشنبه تیرشید پنجشنبه اورمازشید جمعه ناهیدشید که این بعد از اسلام اینا در ایران ما این ناخا عوض شده و سال هم جمع تو فرمودی خیام و تمرین جلالی کشف کرده که سال 365 روز و 6 ساعت و چند ثانیه هست و از یک بدون یک ثانیه کم و زیاد خیام دانشمند بزرگ ایرانی این رو کشف کرده و هنوز که مردم معروف به تعظیم جلالی هست. حالا من تلفن ها رو اعلام میکنم و به طور کلی اول تلفن آقای سوروی رو اعلام میکنم اول ایشون رو من روی خط 703-957-6150 الیاکود 703-957-6150 تلفن آقای امیدوار که قرار بزنن روی سطح لاز دوستان زنگ بزنید هر کاری از دستتون ساختن انجام بدید تا این تلویزیون رو زودتر ببرید روی سطح لاز با شماره تلفن 703-655-5268 زنگ بزنید 703 الیاکود شماره تلفن 655-5268 تلفن جناب مینویی یعنی الان میتونید زنگ بزنید روی خط صحبت کنید هر فرمایشی داشته باشید 281-835-3063 281 الیاکود شماره تلفن 835-3063 یک چیز رو یادم نرفت این مجله بیداری رو به دوستان فقط یک تلفن بزنید لازم نیست که از حالا پول بفرستید بسی مجله رو ببینید اگر دوست داشتید خواستید کمک مالی بکنید بکنید با آقای سیاوش لشکری زنگ بزنید تلفن 858-320-2013 الیاکود 858 شماره تلفن 320-2013 تلفن رادیوی ما هست 713-458-4300 813-458-4300 اگر فرمایش من با من ضرور در خدمت رو نکنم و یا بکنم بدرود بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم آقای ناصر توکلی خواهش مرسی برحال چهارشنبه سوری یک آتشی بودی که اون روز آخر میگشتم بعد من روایات مختلف هست میگم آقای ناصر توکلی لطف کردن اومدن اسمای روزارم گفتن ولی برحال میگن که عرب ها روز چهارشنبه رو روز نحس میدونستن جناب امید امیدوار مدیر تلویزیون ایتو روی خط هستن بفرمایید جناب امیدوار در خدمت هستیم درست بر شما از پیشا پیش نوروز به شما تبریک میگم
آرزو میکنم شما خانوادتون همه سالم و خوب باشین. باید که من دیروز در برنامه به دوستان تبریک گفتم ولی دوباره بهار و اومدن این بهار رو همه تبریک میگم و به تمام همکارانم تبریک میگم، به رادیوی 24 کدبان توکلی و کدبان ترکی هم تبریک میگم. آرزو میکنم که شنوندگان اینا هم همیشه سالم و خوب باشن. بسیار سپاسگزارم جناب امید، امیدوار لطف کردیم منم به شما و همه همکاران ایتو و طبیعیست که به بینندگان تلویزیون ایتو، تلویزیون مردان تیوی و رادیو ایران سال نو رو تبریک میگم. شما سوال کردین که کجا اومده، من تا اونجایی که چون میدونی اینا حماسه های خیلی قدیمیه. ببینید جناب امیدوار، اگزیرون من سوالم رو اینجوری مطرح کنم. ببینید بعضی ها میگن اصلا در قبل در به اصطلاح قبل از اسلام در ایران اصلا هفته وجود نداشته، فقط روزای ماه اسم داشته. بعضی ها میگن نه هفته داشته. الان توضیح میدم. خیلی ممنون میشه. این آتش افروزی بر روی بامهای خونه ها میکردن. آخرین گام از آینه های گاه نابار پنجه یا ده روز پایان سال است. این ده روز را ده روز فروردیان یا فروردیان میگویند که برگیرنده پنج پنجی کوچک، پنج روز نخود، اشتادرون تا اراران از ماه اسفند در باغشماری زرتشتی برابر با 25 اسفند ماه بنا به باغشماری رسمی کشور و پنجی بزرگ پنجی در دینه پنج روز پایان ساله. اینا اصلا به هفته کاری نداشتن، بعدا گذاشتن. چند روز پس از پیش از نوروز مردمان به نام آتش افروزان که پیام آور این جشن اولایی بودن به شهرها و روستاها می رفتن تا مردم رو با این آیین آماده کنن. آتش افروزان زنان و مردانی هنرمند بودن که با برگزاری نمایشگاه خیابانی دستانی ها، سرودها و آوازهای شورانگیز به درگم کردن و خوشنود ساختن مردم می پرداختن. آنها از هفت روز پیش از نوروز تا دو هفته بعد از نوروز با پدید آمدن تاریکی شامگاه در تمامی جایگاه های شهر در ده آتش می افروزن و آنها را تا برآمدن خوشی روشن نگه می داشتن. این آتش نماد و نشانه نیروی مهر، نور و دوستی بود. هدف آتش افروزان برگرداندن نیروی فزاینده و نیک به مردمان برای چیره شدن و غم و غصگی بود. همین هدف مهمترین دلیل برپایی جشن سده در بین زمستان هم است. این طولانی است ولی خواستم برای شما بگم به چه صورت در البته اگر برگردیم حتی در شاهنامه یا حتی منوچهر دامغانی هم شعرهایی گفته که نشون بده که خیلی قدیمیه ولی قبل از اسلام اون پنج روز یک هفته آخر و دو هفته بعد رو برای اینکه زمستان داشته میرفته و آتش اومده در توشگاه جشن میگرفت. مختصر که برای تو خواستم دو بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. بزرگ همونطوری که جناب امید امیدوار گفتن، منم یه جایی بودم مطالعه کردم، ایشون کاملا درست گفتن. اصولا آتش رو بر پشت بام درست میکردن و اصولا زردشتی ها آتش رو مقدس میدونستن و نمی اومدن قاعدتا، یعنی بر حسب خرد آدم میگه که وقتی آتش رو مقدس میدونستن نمی اومدن از اون بپرن بگن زربی من از تو، سرخی تو از من. اینه بعد از اسلام رایج شده و به هر حال یه سنت ایرانیه. من با بهش عرض میذارم و یه ملیت، یه قوم، یک فرهنگ بزرگ ایرانی رو اینا پاسداری میکنن و ما به همه اینا احترام میذاریم و به همه اینا رونق باید بدیم تا اینکه این بمونه. ببینید من دیروز براتون گفتم یک جشن چهارشنبه سوری که رسول تو خونه زلی دعوت کردیم، بعد یه سری بچه های افغانی بودن که میدونستن خانم من اسکناس نو ایدی میده، اصلا قیافه هایش اومده بود شاد شنگون، اونا برن از آتیش بپرن کیف کنن و ایدی بگیرن. و یه سری بچه های بودن که برای بار اول میامدن اینجا و اونا هم از آتیش توست داستن بپرن. اصلا مادرش تحجیب میکرد، میگه اون پسر من اینقدر پسر کوچیک مثلا 6-7 ساله بود، میگه من اصلا نمیم چیجوری جرات کرد از آتیش پرید بلکه دید همه میپرن و احساس غرور کرد که باید منم بپرم. بعد که وقتی اسکناس نوری گرفت آنچنان با هیجان دوید هوا، دوید پایین، میدونید
اسکناس، اسکناس نو برای بچه ها ارزش چندین برابر از اسکناس های معمولی و اونچنان نشون داد به مادرش و اینه و اون که اینجوری شده و این خب یک جشن شادیه دیگه. هر چیزی که شادی بیاره خوبه. من یه مقاله رو آوردم براتون بخونم. یه دکتر، خانم دکتر ایرانی است که در مورد سرطان میگه هر چقدر بخندید با سرطان مبارزه میکنی. شما اصلا فکر میکنی آدم اگه بخنده، اگه شاد باشه با سرطان مبارزه میکنه. مثل اونه که استرس دارن، استرس یک موادی رو تو خون ترشح میکنه که اونا ممکنه که سرطان زا بشن. حالا اونو امیدوارم که فرصت بشه بیارم براتون بخونم. ببینید من سپاسگزارم از آقای امید امیدوار و بهشون سال نو رو تبریک میگم که برنامه منو رلو میکنن، در استودیو واشنگتن پخش میکنن. از آقای ناصر توکلی که همیشه همکاری میکنن و برنامه منو توی رادیوشون همزمان پخش میکنن. از جناب پارسا سربی که توی مردم تیوی پخش میکنن بسیار سپاسگزارم. به بینندگان و شنوندگان همه این رسانه ها و به همکارانشون سال نو رو تبریک میگم. ببینید همونطور که صحبت شد آقای توکلی گفتن، آقای امیدوار نیتشون اینه که از اول سال نو این برنامه رو بدن روی ساتلایت. خب احتیاج به کمک شما داره. شما فکر کنید که شما به دوستانتون، به افراد فامیل، به اینا ایدی میدید. فرض کنید که به من ایدی میدید، فرض کنید که به ما ایدی میدید، یه پولی کمک کنید به آقای امیدوار، به تلویزیون ایتو که ایشون گفته آقای امیدوار میگه آقا من و هر چقدر بینندگان بذارن من همون قدم خودم میذارم. ببینید یعنی چی؟ یعنی میره کار میکنه، فرم اونوری در میاره که باید مثلا برای زن بچهش خرج کنه، میگه من اونو میارم تا حالا که خرج میکنه، میگه یک مقدار اضافه تر خرج میکنم. اگر شما مثلا رو هم میگه $5,000 بذاریم، منم $5,000 میزنم روی تو بریم ساتلایت. خب میگم سال نوه، شما فرض کنید که ایدی میدید، هم اکنون تصمیم بگیرید این چکه رو بنویسید بذارید تو پاکت و جون هستش. ببینید یکی از آیین های نوروزی چیدن سفره هفت سینه. هفت سین در واقع اینجوری نیست که هفت سین بذاریم بشه، مثلا سیب زمینی بذاریم با مثلا فرض کنیم که سبزی پلو بذاریم این دو تا سینشه. نه، هفت سین یه چیز خاصیه که اون چیز رو باید گذاشت. البته هر کدوم یه فلسفهی داره یا یه فلسفهی بهش بستن. بدونید خب مثلا فرض کنیم که ما سنجه دونید یه نماد مثلا زندگی و نمان فلان، خب سی نماد سلامتی، خب اینا در واقع چیزایی هست. ولی مسئله سنته، مسئله اینه که این سالهای سال اینو گذاشتن و چیدن. ما میذاریم میچینیم و البته بارهای فرنگیش هم اگه بدونیم و بازگو کنیم و تکرار کنیم بسیار خوبه. ولی به خاطر این نیست که ما سیر رو میذاریم میگیم که چون که مظهر سلامته، به خاطر اینکه این سیر یکی از هفت سین هم و حالا هفت سین اصلی رو من براتون میگم. به این هفت سین اصلی برات سیب، سرکه، سمنو، سنجد، سنوب، سکه، سیر. یه دفعه دیگه میگم، ببینید عبارت از سیب، سرکه، سمنو، سنجد، سنوب، سکه و سیر. البته سفره هفت سین رو تجزیه میکنن، تخم و رنگی میذارن، سبزه میذارن، آینه میذارن، کتاب شاهنامه رو میذارن. ببینید بعضی قرآن، اصلا قرآن با نوروز رابطه ای نداره، تو چیزی بی ارتباط با هم آب و نفس رو بخواهی قاطی کنی. نوروز یه جشن ایرانیه، این جشن ایرانی باید با اگه بخواییم کتابی بتونیم با کتاب های ایرانی باید باشه. شاهنامه، حافظ، خیام، این کتاب ها باید باشه. حتی اصلا مولوی مناسبی تو مولوی زیاد عربی و اسلامی اینا هم توش ایراد گفته، بهتر از همه شاهنامه است و بعد خیام و بعد حافظ. این کتاب هاییست که جنبه ایرانی بودن درش بیشتر از جنبه
اسلامی بودن، یعنی در واقع خیام اصلا از اسلام هیچی نمیگه، همونطوری که شاهنامه از اسلام چیزی نمیگه و حافظ هم از اسلام چیزی نمیگه. برای اینها کتاب هاییست که ایرانی، یعنی باید از فرهنگ ایرانی اینها رو بذاریم. گفتم این چیزایی که میدیدیم دور حفظ پرمان ترس مثلا آینه میذارن، تخمار میذارن، ماهی قرمز میذارن، اینا جز به حفظی نیست، تزئینات حفظیه. بعد یه بگونه سبزه یکی از اینا، نه سبزه تزئینات حفظیه و اینا رو میذارن دیگه. به هر حال به هم دیگه میدونید که سال نو همین شنبه ای که میاد، بله ساعتش رو در ایران و لس آنجلس و واشنگتن و هیوستن براتون ساعت دقیقش میگم، لحظه تحویل سال نو 1395 در تهران ساعت 8:12 بامداد روز یکشنبه اول فروردین 1395 خورشیدی 20 مارس 2016 میلادی است در تهران. حالا در لس آنجلس، در لس آنجلس ساعت 9:30 بعد از ظهر روز شنبه، پس در لس آنجلس روز شنبه است، چون زمین وقتی میگرده به طرف مشرق میگرده، پس بنابراین تهران زودتر به خورشید میرسه، تهران زودتر روز میشه، تهران زودتر غروب میشه، همه اتفاقات سلام روز در تهران زودتر میفته تا اروپا و در اروپا زودتر میفته در واشنگتن، در واشنگتن زودتر از هوستن و در هوستن زودتر از لس آنجلس. پس بنابراین در لس آنجلس ساعت 9:30 12 بعد از ظهر روز شنبه 29 اسفند، اینجا بود اول فروردین، اینجا 29 اسفند، 19 مارس 2016، اونجا 20 مارس، اینجا 19 مارس. خب اگر هوستن رو بخواهیم، هوستن ساعت 11:30 و اگر واشنگتن رو بخواهیم ساعت 12:30 شنبه شب خواهد بود. حال خوبی نوروز امسال اینه که اقلا در ایران که خب کارمندان دولت و ما 5 روز و 1 هفته تقریباً تعطیل هستن، مدارس 2 هفته تعطیلن و لزار همیشه روز عید روز تعطیله، ولی خب ما که در خارج هستیم روز عید اغلب روز کاریه، اتفاق خیلی نادر میفته که روز تعطیله باشه. امسال روز یک شنبه، در واقع اون شب که سال نو بشه روز یک شنبه میشه روز اول سال و یک روز تمام فرصت داریم که به عید خودمون برسیم و این خب خودش شادیه. ببینید پس برای نوروز یه چیزای عربی میخونن، یه چیزای ساختن، اینا علکیه. اگه بخواید حتما یه چیزی بخونید، یه شعر مناسبی از حافظ، شعر مناسبی از شاهنامه یا خیام بخونید. حول حال ما آخه نوروز چه به زبان عربی، چرا ما باید بریم از خونه؟ نوروز اصلا به اسلام ربط نداره، نوروز جشن نیست که مال نیاکان ماست که به زور شمشیر و به زور آدم کشی و به زور اینا اسلام نهیده بودن. ببینید ایرانی ها اسلام آوردن، اما من از همیهنان سنی معذرت بخوام، منو ببخشید، خیلی ازتون معذرت میخوام، ایرانی ها اسلام آوردن اما جشن عمر کشون رو درست کردن، یعنی اسلام آوردن به زور، ولی از اونی که بانی اسلام آوردن چون بود کینه داشتن، کینه چون تو دلشون گرد میگرستن و جشن و برکوشون درست کردن و یه شعرهای خیلی مستحکمی درست کردن و میخوندن و بچه بود اون کارو میکردن، چون که البته به
شخصی به نام فیروزان بهش میگفتن ابو لیله، یعنی همه هنرها رو بلد بود. در عربی ابو لیله یعنی صاحب هنرها. این وقتی که از ایران اسیر گرفته شد به عنوان یک هنرمند، آوردنش. هنرمند منظور صنعتکار، وگرنه عربا اسلام با هنر که کار نداره، صنعتکار. اصلا آوردنش که ساخت و ساز آسیای بادی رو برای عربا نشون بده و برایشون یادشون بده که چجوری آسیا به بادی درست کنن، برخلاف اون که مردم فکر می‌کنن آسیا بادی مثلا از هلنده، از ایران بوده. متبعتا آسیا به بادی در ایران یک کم یواش یواش منسوخ شد، حالا به علت طوفان‌ها و به علتی چی بوده، برای آسیا به آبی جاش اومد. ولی ابو لیله رو آورده بودن که آسیا بادی رو یاد بده. میگن وقتی پلو عمر رسید بار اول، آقای عمر بهش گفتش که شنیدن به هنرمندی آسیا بلدی روز کنه، گفت بله یک آسیا بی درست میکنم که تا ابد بچرخه. حالا چرا؟ از همون زمان نیت کشتن آقای عمر رو داشت. چرا این نیت رو داشت؟ برای که درسته که این ابو لیله رو آورده بودن، با احترام آورده بودن به عنوان یک هنرمند، ولی اسیرانی رو که به عنوان برده از شهرهای ایران آورده بودن، بسیار بهشون بدرفتاری، ظلم، تجاوز میشد. و این که شاهد این ظلم و تجاوز و بدرفتاری بود، کینه به دل گرفت، گفت تلافیشی در میارم و تلافیشو با کشتن آقای عمر در آورد. یعنی ما ایرانی ها زمان محمد که اسلام نیاوردیم، که زمان ابوبکر هم که اسلام نیاوردیم، که زمان عمر اسلام آوردیم. اونم اسلام آوردن اینجوری شد که آقای سعد بن وقاص اومد در جنگ با رستم فرستاد، پیروز شد. حالا تصادفاً، یعنی تصادفاً نبود دیگه، عوامل مختلف. ساسانیان به علت پادشاهی خسروپرویز، از زمان خسروپرویز ضعیف شدن. خسروپرویز یک پادشاهی بود که خودش ادعای سرداری و ادعای سپاهیگری داشت و فرماندهان موفق سپاه رو مسخره میکرد، و لذا مثلا بهرام چوبینه برای شورید و پادشاهی رو به دست گرفت. بعد خسروپرویز به کمک دیگران اومد سر جای خودش نشد. اینجوری بود، یعنی کاری میکرد که سردار سپاه که باید شاه رو در یک مقام بالاتر از خودش همیشه تصور کنه و همیشه تصور میکردن، این پادشاه اینقدر حرفای زشت داد و کارای بدی کرد و مسخره کرد و فلان، که اون گفت از من اینو میکنم که من خودم پادشاه میشم، و بعد هم محاکمش کردن کشتنش. یعنی آقای خسروپرویز رو به عنوان پادشاه ایران رو محاکمه کردن کشتن. و خب این پادشاه کشی خیلی چیز اتفاق بدی رو بود، جا میتونستم پا محاکمش کنم، برکنارش کنم، ولی کشتنش. و بعد گفتن که شیرینی پسرش اینو کشته. بعد در عرض تاریخی دید که آقای شاهین نژاد نوشته کتاب بسیار مستند خوبیه و من خوندم و ازش چیز یاد گرفتم. در عرض مثلا در 12 سال، در 12 سال پادشاه در ایران میاد، بعد از خسروپرویز تا رسیدن حمله عرب ها، که از جمله اینا دو تا زن بودن، دختران خسروپرویز بودن. برعکس این که ما افتخار میکنیم که زنان پادشاه بودن، ما ملت فلان هستیم، این دو تا پادشاه زشت کارترین پادشاه بودن. برای که فرمانده کل سپاه ایران که فرمانده خراسان بود، اومد به این خانم دختر خسروپرویز پیغام داد، گرفتار فرستاد، گفت یه همشکی برو باش بگو من اگه تو موافق باشی بیان با هم ازدواج کنیم، که هم من سپاهی هم سپاهی ها رو با هم خوب کنیم، که هم از تبار ساسانی در نشه یه دولت دوباره، یه دولت مقتدر رو تشکیل بدیم که بتونیم همه چیز از پسش بر بیان. این خانم گفت باشه بفرمه. اومد فرمانده کل سپاه ایران که فرمانده سپاه خراسان هم بود با همه یارانش مسئول که کش خواهدتون نمیخواستی زنی بشی، خب میگفتی سردار اصلا این حرفا رو نزن، تو سردار، من شاه هم، چرا این فکر به سر افتاده، خواهش میکنم دیگه این که فکر نکن، نه اینکه اونو تمام یارانشو بکشی. برحال وارد این بحث نشید، شب عیده.
یه نماینده ای من این میخونم حرفای زشتی زده تکرار میکنم که یه ذره بخندید. ببینید من قبل از اینکه وارد این بشم یه وقت تاسو تفاهم بشه، یه دفعه چند تا دوستان بهایی من زیاد دارم، اینا رفتن دو تا از اون به اصطلاح خیلی مبلغین قوی دست قوی پنجهشون آوردن که با هم بحث کنن. اومده که آقا میگه ما یه سوال از شما میخوام بکنیم. گفتم بفرمایید. گفت به نظر شما کامل ترین زبان و بهترین زبان دنیا چه زبانی؟ حالا من نمیدونستم چی میخواد بگه، چون که آقای بهاءالله کتاباشو به عربی نوشته من نمیدونم. پدر من میگفت، گفت بهش گفتن تو چرا صرف و نحو رعایت نکردی؟ گفته که صرف و نحو دو تا فرشته بودن، من اینا رو آزاد کردم، دیگه نمیخواد صرف و نحو رعایت کنه. حالا چون که این کتاب که البته مقصر نیست که چرا به عربی نوشته، از ایران تبعیدش کردن و رفت تو فلسطین. خب فلسطینی عرب زبان بودن دیگه، رفت البته توی عثمانی، منتها عثمانی فلسطین هم بخشی از عثمانی بود، رفت اونجا زندگی کرد و وقتی اونجا زندگی کرد در نتیجه زبانش به تدریج زبان محل شد دیگه، عربی شد دیگه، و کتابش هم یارانش هم عربی میدونستن، کتابش هم به عربی نوشت. خب این دوستان رو هایی من رو بودن گفتن بهترین کامل ترین زبان و بهترین زبان دنیا چیه؟ من روشون رو کردم گفتم میدونید چه زبان بهترین زبان دنیا هست؟ گفتم چیه؟ گفتم زبان مادری. دیگه گیت شدن دیگه، اصلا پاچه من رفتن، یعنی بقیه بحثشون رو باز نکردن. خب پس بنابراین زبان مادری بهترین زبانه. به نظر من یه نفر آذربایجانی در ایرانه، زبان آذربایجانی بهترین زبان براشه. یه نفری که مثلا بلوچه، زبان بلوچی بهترین زبانشه، همون اون که عربه براش بهترین زبان. متوجه یه زبانی داریم، زبان مشترک که زبان فارسیه، این زبان مادری ممکن نباشه، ولی زبان ملیه، زبان میهنیه، ولی این زبان رو باید همه فرا بگیر. میگم همه، نه که همه، هر کس که میخواد در این جامعه مقام بالایی داشته باشه، هر کی بخواد تو این جامعه دکتر بشه، استاد دانشگاه بشه، مهندس بشه، تاجر خوبی بشه، باید این زبان فارسی رو بلد باشه و باید هم خوب یاد بگیره. بعضی همیهنان مثلا آذری زبان رو مثلا بگن اگر مثلا فارسی رو با لهجه ترکی بگن مثلا هنر کردن، نه این نهایت بی هنریه، من بی دروسی ندارم، نهایت بی هنریه. شما از بچگی رفتید دبستان فارسی رو یاد گرفتید از یک معلم فارسی زبان، اگه برای شما معلم ترک زبان گذاشتن که فارسی رو به شما یاد داده و اون خودش بلد نبوده خوب فارسی یاد بگیره، خب اون گناه به صلاح اون آموزش پرورش این حرف هاست، نباید اینطور باشه، باید معلمی بذارن که فارسیش خوب باشه، اونی که بخواد فارسی به بچه های آذربایجان نشون یاد بده. و به نظر من از اول بچه ها نباید به فارسی برن سر کلاس، از اول باید با زبان مادری برن سر کلاس. وقتی رفتن زبان مادری یاد گرفتن خوندن نوشتن، آخه به بچه که نمیتونی بگی هم لغت های فارسی رو یاد بگیر. ما سوار اتوبوس شدیم، مثلا فرض کنیم که از اینجا از این شهر به آن شهر رفتیم، در راه در مثلا اون مسافرخانه ایستادیم غذا خوردیم، خب این هیچ کدوم اینا نمیدونی لغت ها رو. حالا شما میگی اینا رو بخونه بنویس، نه بلده بنویسی، نه بلده بخونه، نه بلده معنیش بفهمه. اما اگر شما اینا رو به ترکی گفتید، خب اون یک مشکل داره، الف باشه به کار برای اینا رو بنویسه. اینا همون مشکلی که بچه تهرانی داره، اون بچه تهرانی هم اینا رو میدونه، منتها میخواد یاد بگیره چجوری بنویسه. بعد که خواندن و نوشتن رو یاد گرفت، شروع کنید فارسی رو درست صحیح با لهجه درست بهش یاد دادن. و اگر حالا اون یاد نگرفت، در این تنبلیش افتخاری نباید بکنه، باید شرم داشته باشه. حالا ببینیم این نماینده ارومیه چی گفته. نادر قاضی پور در سخنان خود به زبان ترکی زنان را معذرت میخوام، خانم های آقایان، شما خانم ها، شما تاج سر ما مرد هستید، ما احترام داریم، ما و
زن رو برابر مرد میدونیم، همونطوری که اهورامزدا مشیا و مشیانه رو خلق کرد، زن مرد و زن رو خلق کرد، گفت من شما رو مساوی آفریدم و شما باید به کمک هم اینجا رو اداره کنید و بر اساس خردتون اداره کنید. ببینید اینو مقایسه کنید با خدای دینهای ابراهیمی، آدم رو از گل درست کرد، گنده دماغش رو فوت کرد، آدمی شروع کرد راه رفتن، بعد این تنها بندش گرفت انداخت زمین، یک نرم شد حبا شد، بعد یه سیب خوشگل قشنگ و خوشبو رو اونجا درست جلوشون، اینا هم گرسنه میخوام بخورن، گو نخورید، این عقلانی، این خرده. اون میگه من شیعه و مشیانه شما رو مساوی خلق کردم که بر اساس خردتون دنیا رو اداره کنید. بعد میگه من باید با دشمن، بدی ها دشمن منن، باید بدی ها، باید با بدی ها بجنگم، به من کمک کنید تا برم بدی ها بجنگم. باید میگن اگر برادر ما رو تو ایران گرفتن فلان به فلانش کردن، ما نباید دخالت کنیم، این سیاست نیست. ببینید همه دین ها نقص دارن، بهترین دین همون دینیست که ما داشتیم. چرا اون بهترین دینه؟ دلیل برای که ما در نیمی از تاریخمون با اون دین آقای نیمی از دنیا بودیم و آقای سخاوتمند و درستکار و مهربان دنیا بودیم، آدم کش نبودیم، برده نمی گرفتیم، بردگان جلوی دزدان، ما برده ها رو آزاد می کردیم به جای که برده ها رو بگیریم بفروشیم. حالا این آقای نادر قاضی‌پور در سخنان خود به زبان ترکی زنان را با کرولاق مقایسه کرده و گفته بود مملکت را به آسانی به دست نیاوردیم که هر رویلا بچه و کرولاقی را بفرستیم آنجا، یعنی مجلس. مجلس جای کرولاق نیست، چند دفعه تکرار کرده بی‌تربیت، مجلس جای بچه ها نیست، جای کرولاق ها نیست، جای زنان نیست، جای مردان است. زنان را میفرستید میشن سرشان بلا بیاورن، آبرویتان برود. بعد دنبالی صحبتش گفته که گفته است من لهجه دارم و به لهجه‌ام افتخار میکنم، آنهایی که فارسی حرف میزنن تا حالا چه گوی خوردن. این نماینده مجلسه، ببینی اون کسی که ترکی بلده، فارسی هم بلده، اون هنرمنده، برای که دو تا زبانه در کشور بلده، هم ترکی بلده هم فارسی بلده. اما اونی که فارسی رو با لهجه ترکی حرف میزنه به نظر من عقب مونده است، برای که نتونست یاد بگیره. من اگر انگلیسی رو با لهجه بد حرف میزنم تقصیر منه، برای که من در 50 سالگی اومدم امریکا. خانم آقای من 50 سالگی اومدم امریکا، در این 50 سالی هم که در این مدتی هم که اومدم تو امریکا موندم هیچ کلاس به قول معروف کلاس زبان نرفتم، کلاس آکادمیک نرفتم، هیچ فرصتی نبوده که برم یه جا یه نفر به من شروع کنه انگلیسی یاد دادن. پس در نتیجه من انگلیسی در سطح کوچه بازار و غلط کلوته. حالا که اینو گفتم، اتفاقا یکی از دوستان من یه وکیل دادگستریه که امریکاییه، من باش کاری کار میکنم، یعنی مشکلی دارم میرم از این مشورت میگیرم. به من گفت که من تو رو دیدم تو تلویزیون. گفتم دوستان برنامه رو نشون دادن؟ گفت نه، من خودم تلویزیون میکرم، خودم میده بودم تو تلویزیونی و دیدم داری حرف میگم. نه، از حرفات چیزی البته نفهمیدم. مثل تامسون، Thank you, you watch my program in TV. I hope you can understand what I say, but unfortunately you cannot understand. But I say to you, this Donald Trump is too much crazy people. Don't try to follow him. بعد خواستم بگم که انگلیسی من اینطوریه، خجالت هم نمیشنم از انگلیسی حرف زدن. خب صبح تا شب با
متاسفانه من مشتری ایرانی خیلی کمن، یعنی از همه مشتری که دارم شاید مثلا 5% ایرانی هم، همه شونم آدم های خوبی هم، همه شونم باید افتخار من هم، هیچ کدومشون دالا پول رو نخوردن. حتی من یادم یک مشتری ایرانی رفتیم براش سیستم بدونیم، گفت مثلا صحبت مثلا بود فرق کنم 3000 دلار، چون اون فلان گفت من مثلا 2800 دلار برای من درست کن، بیا اینم 2800 دلار چکش اول داد میدم، در حال که کمتر اتفاق میفته اینطوری بشه. معمولا در 3 قسم میدن، یه پیش قسم میدن، یه بعد از نصب میدن، یه بعد از معاینه آخر که پس میشه و تگ سبز میزنن که دیگه برای پخت و پز آماده است میدن، و اون آقا اونجوری بود. حالا این از این دیگه ها، این دکتره که گفتن الان اول چیز الان اینجا پیداش کردم، این خانم دکتر عکسشون نشون میدن، خانم دکتر نانسی نکونژاد، خانم دکتر نانسی نکونژاد، این زیرش آره دیگه زیرش میتونید بخونید، خانم نانسی نکونژاد. حالا من یه تیکایی از مطالبی که ایشون توی روی عکسشون روی جلد راه زندگی رو مطالب رو میخونم قهلامت گذاشتم. نوشته که هرگز در مقابل ماکروویو که در حال کار است نیستی. قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیری. همراه با شکر، عسل، ملاس و شربت ذرت با فروکتوز بالا باعث افزایش سریع قند خون است. شکر دوست شما نیست. میگه که در امریکا توصیه میشود میشد 6 قاشق چایخوری شکر در روز برای زنان و بیش از 9 قاشق چایخوری برای مردان با خطر هم راست. یعنی میگه شکر نخورید، کم بخورید، حد اکثر برای زنان 6 قاشق چایخوری در روز، برای مردان 9 قاشق به نظران هم تازه زیاده. اینجا که چیزایی که نخورید سودا، نوشیدنی های شیرین، میوه خشک، ماست با میوه، چاشنی و ادویه مخصوص سالاد، کنسرو میوه ها، سس باربیکیو، میگه سیب زمینی سرخ کرده و چیپس سیب زمینی، میگه پخت و پز سبزیجات خود را به ویژه سیب زمینی در دمای بالای 120 درجه سانتیگراد باعث میشود که پروتئین در سبزیجات به شکل اکریلامید باعث التهاب شوند. بنابراین غذاهای سرخ شده را محدود کنید. متاسفانه ما ایرانی ها بیشتر غذامون سرخ شده است، قرمه سبزی سبزی زرخ شده، قیمه روش سیبزمینی سرخ شده میریزیم، همه جا پیازداغ چاشنی غذامونه، در حالی که اینها را سرخ که میکنیم در حرارت بالا میشه دیگه، حرارت بالا که میشه اینجوری میشه دیگه، باید راه حلی پیدا کنم، باید خانوما پیدا کنم. هنگامی که گوشت قرمز فرآوری شده، فرآوری شده یعنی یه گوشت قرمز شما میخوری، گوشت عقصاری گرفتید انداختید توی مثلا آب گوش حالا میخوری، یا انداختید تو قرمز سبزی دارید میخوری. البته خانم توضیح میده همه قدر، میگه ایرانی ها اخلاقشون اینطوری که هر چقدر گوشت بیشتری تو غذا بریزن فکر میکنن صابخونه دست و دلوازتری هستن و مهمون رو بیشتر تحت تاثیر قرار میدن، در حالی که گوشت قرمز خوب نیست، نباید زیاد خورد و به خصوص فراوری شده است. یعنی فراوری شده یعنی اینه که روش کار شده. مثلا حالا میخونم من مثل چی، مانند هات داگ بیکن، بله همین دیگه، من حالا هات داگ گفتم یا نفتم، بچه که ما بودیم کتاب های انگلیسی ریورز بود،
ولی در جه کتاب هایی بود که اصلا از انگلیس میامد، یعنی اونجور اون توی برشت شد، بعد تبدیل شد به کتاب های امریکایی. این کتاب های امریکایی یه جوش میگفت رفتن پیکنیک هاتداغ خورن. خب هاتداغ توی هاتداغ اگه ترجمهش کنی میشه سگ داغ. خب توی دیکشنری معلم های انگلیسی میرفتن هرچی میزنن سگ داغ بودن بگن رفتن پیکنیک سگ داغ خورن، مونده اونه معتل تا بالاخره این برور زدن فهمیدن هاتداغ یعنی منظر مثل یه نوع سوسیس و کالباس. و کالباس در ایران مرسوم بود، میگفتن کالباس، سوسیس هم میگفتن، ولی هات داگ مرسوم نبود، کسی نمیدونست یعنی چه. الکل میتواند به عنوان یک محرک به سلوله ها به خصوص در دهان و گلو آسیب برساند. ببینید در ایران قدیم مشروب که میخوردن ودکا میخوردن توی استکان به هم میزنن، یادم تا ترک میرفتن بلا، بعد هم گفتن مزه لوتی خاک گالختا واقعا دستشون میزنن لوتی خاک میزنن و دهنشون گفتن یه پر خیال یا گل فرنگی میخونن. خب این بسیار بده، ببینید چون مشروب با الکل بالا مستقیما با زبان و حلق و اینا همراه میشه، در حالی که خارجی ها مشروب رو یخ میزنن توش و این که یخ میشه اون اثرش ضعیفتر میشه، یعنی اثرش بر زبان و دهان و گلو ضعیفتر میشه و زمان یه مقدار توش یخ خودش باعث میشه که رقیق بشه دیگه، یه مقدار که رقیق شد این گلو میشه، بعد هم توش یه چیزی میریزن مثلا یه نوشابه میریزن که رقیق تر میشه. خب این ضرر الکل رو کم میکنه. البته هم توی فرودگاه اون فروشاپ هایی که یکی چهار به کشور میدید فروشاپه، رفتم اونجا توی فروشاپه اون خانمه گفت شما مشروب رو ایرانی ها با چی بخورید؟ گفتم با یخ معمولا میخورن. گفتش که نه، یخ مزه مشروب عوض میکنه، آب میریزه توش. گفتم خب چی میگی مثلا؟ گفت ویسکی من طعم خاصی داره، اون طعم خاص قشنگ خوبه، شما که یخ میریزید اون طعم عوض میکنه. گفتم چیکار کنید؟ گفت راک بریدی. راک مثلا نشون داد یک پلاستیک هاییست توش مثلا یه مایه یه اینا رو میزن تو فریزر مثل یخی قیافش، اونجا آب نمیشه ولی منشروب خنک میکنن. نه این گاه من کلاس بارتنبری داری شما داشتن سطح بالایی از هورمون های استرس می تواند محیط مساعدی برای سلول های سرطانی باشد. یافتن راه های برای خنده، خنده درمان عاطفی و بر هر درد بی درمان دواست. قدیم می گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست. تسلیم، قبول این که شما فقط می توانید بخشی از مسائل رو کنترل کنید. میدونی تسلیم یعنی نه اینکه هیچ کار نکنید، بلکه وقتی کار میکنید، کوشش میکنید، نتیجه کارتون یه قسمتهایی درست در میاد، یه قسمتهایی غلط در میاد. برای این قسمتهایی که غلط در میاد قصه نخورید، خودتون ارث ندید، خودتون زمیناتون رو لند نکنید. خب شما میخواستید مثلا فرض کنید که برید مثلا فرض کنید که یک خونه یا مثلا فرض کنید که سنگ و فلان و فلان بسید، حالا نرسیدید یه مقدار پایین تر از اون درمده، میخواستید یه ماشین مثلا خیلی مدل بالای قبلی مثلا گران قیمت بخرید، پولتون نرسید یه ماشین کمتر قبلی، خودتون رو نکشید. چون این حالا این خوبه، من یه فامیلی داشتم، بعد در پایانش اینو بگم بعد برم سنگ. تمرین محبت و قدردانی، سعی کنید با محبت و گذشت باشید، در نتیجه از آرامش بیشتری برخوردار شوید. این فامیلی داشتن یه زمانی در ایران رسم بود، همه می رفتن از آلمان یه ماشین می آوردن. خب در کشور یه قانونی بود قبل از انقلاب که هر کس می تونست هر لحظه که می خواست می رفت گذرنامه می گرفت و فرداش بلیط می گرفت و ویزا لازم نبود، روادید یا ویزا لازم نبود. لازم نبود برسه برای آلمان بگی من میخوام برم آلمان، نه بیرس میگرسی میرفت آلمان، همون توی مرد رو یاد بگرسی چقدر میخوای بمونی، بلی چی میخوای بمونی، یه ویزا 3 ماهه 6 ماهه یه ساله برات میتونه. بعد یه بستگانی که بستگان ما رفت یه دونه ماشین خیلی شیک از آلمان رو، بعد در مثلا فرض کنیم که سه تا اشکا اوتوبوس مونده به خونش، حالا من متری چقدر بگم
اگر فاصله بود یه دفعه یه لحظه چشش بست، ماشین با ماشین رفت زیر کامیون، یعنی ماشین رفت زیر کامیون له شد ماشین. خدا بنده آقا مریض شد، مریض شد رفت بیمارستان خوابید. دکترم گفتن آقا هیچ چیز نشده که تو که نظرت چی کرده، نظرت چی کرده، چه مریض شده رفت بیمارستان خوابیدی؟ من اصلا بهش باشم رو دردستان نداشتم، گفتم اسمش امیر بود، گفتم امیر ببین ببخشید این حرف رو میزنم معذرت کنم، گفتم به تو عضو دادن که اتفاقاتو بگی به اون عضوم، ولش کن دیگه، برو باباش رفت ماشین رفت. باور کنید از همون لحظه حالش خوب شد. خب ما شب عید داریم و زنگ تفریحمون حتما باید اجرا کنیم. من نوشته یه چیزی اینایی که میخونم همش از راه زندگیه. خانم پری عباسلطی بانوی موفق ایران که در ایران از مقام خبرنگاری کارو شروع کردن و به سردبیری عنوان رسیدن و در خارجم به اتفاق همسرشون خانم آقای هوشنگ نیواچه مجله راه زندگی رو از همون سالهای اولی که اومدن بیرون را انداختن و هم در عرض این سالا با خوبی اجرام یعنی ادامه میدن. واقعیت های زندگی آقای بهرام بیضایی نوشته، نوشته که خرد تا به زنان میرسد نامش مکر میشود و مکر تا به مردان میرسد نام عقل میگیرد. درخواست توجه تا به زنان میرسد نامش حسادت میشود و حسادت تا به مردان میرسد میشود غیرت. وکیل ها امیدوارن تو درد تو درد سر بیفتی، دکتر ها امیدوارن مریض بشی، پلیس ها امیدوارن یه جور می بکنی. البته اینجا نوشته که معلم ها امیدوارن تو یه احمق رو دنیا آمده باشی، این درست نیست، اصلا درست نیست. معلم ها دوست دارن شبه باشن و رنگ باشن یه بیاد بگیرن. من سالها معلم بودم نمیدونستم، ما دوست داریم شبه که زود یاد میگیرن، اینو به اونا اصلا قلبا علاقمندیم. البته من شبه که زود یاد میگیرن هم بهشون احترام میگذاشتم، تکرار میکردم یادشون میدونم. صاحبخانه ها امیدوارن تو هیچ وقت خونه نخری، دندان پزشکا امیدوارن دندانهایت فاسد بشن، مکانیکا امیدوارن ماشینت خراب بشه، مؤسسات کفن و دفن امیدوارن بمیری، فقط دوستها برای یه زندگی خوب و پربار و موفق و بابرکت آرزو میکنن و همینطور یک خواب خوب و خوش و آرام و راحت و عمیق. بله اینجا یه عکسی رو من نشون تو میدم، ببینید این سمت راست زنان قاجار هستن، سمت چپ زنان رژیم اسلامی هستن، این وسط دانش آموزان دبیرستان رضا شاه کبیر هستن. اینجا نوشته که ببخشید من یه ذره گرمانم بعد درد گرفته کرد میشم زانی میگیرم ببخشید. پهلوی پرانتزی بود در بین قاجار و جمهوری اسلامی که به کمک غرب و شرق و روشن فکران 57 از بین رفت. خبرنگار اعزامی صدا و سیما
هاچ خانم چند تا اولاد دارین؟ پیرزن 5 تا بچه داشتم. خبرنگار: مگه الان دیگه نداریشون؟ پیرزن: نه، دو تاشون اسیر شدن، 3 تاشون هم مفقود الاثر. خبرنگار: ماشاءالله به این شیرزن، شیرزن صبور، کدوم منطقه اسیر یا مفقود الاثر شدن؟ مادر. پیرزن: دو تاشون دختر بودن، شوهر کردن، اسیر شدن، 3 تاشون هم پسر بودن، زن گرفتن، مفقود الاثر شدن. خالی اینجا نمیشته که یه عکس همین بغلش گذاشته، یه کاریکاتور بغلش گذاشته، این کاریکاتور هست. حالا میخونم نمیشته که بعضی وقتها عقل آدم یه چیز میگه و دلش یه چیز دیگه. اصلا هر دوشون غلط کردن. آدم باید ببینه زنش چی میگه. پس اگه زن دلت یه چیز میگه، عقلت یه چیز میگه، هیچ کنون به هر دلت بنده دور، فقط ببینه زنش چی میگه. و این پرانتز رو نشون دادم که وسط قاجار و رژیم اسلامی یه پرانتزی شد، پهلوی ها شدن. بعضی میگن گذشته حرف نزن. اگه از گذشته حرف نزنیم، اشتباهی که در گذشته کردیم دوباره تکرار میکنیم. من در این باورم که از وقتی ما در دین پدری و مادرمون که دین زردشتی بود که میگفتش که من مشای مشانه رو به طور مساوی خلق کردم، بر اساس خردتون دنیا رو اداره کنید، نه اینکه سیب گذشتم بگم بخورید نخورید. یه کاریکاتوری بود، نه الان اون کجا بود صاحب قرار میگفتش که مرتو بود که در دنیا میگن شراب و سکس ممنوعه، این کارو نکنید. بعد میگن رفتی جهنم، شراب و سکس براتون آزاده. پس آدگاه میگه که آیندگان به سادگی ما خواهند خندید. واقعا هم خواهند خندید. آخه یعنی چی؟ اینجا شراب نخود تو بهشت جوی شرابه. آخه شراب کدوم عاقلی میگذه تو جوی؟ جوی شیره. آخه به بچه دو ساله هم بگه شیر تو جویه میخنده، میگه آخه شیر که تو جویه که میخوره. یک تنظریت این من سال مدتی کشو گذاشتم برای بطه بگرد کنیم. جزو دستورات جهنم و بهش، جزو دستورات که برای بهش جهنم اشته نشته لطفا تو جوی اصل ادرار نکنید. ببینید شاه و رضا شاه هر دوشون زندگیشون رو داشتن برای ما مردم بودن. به شاه گفتن آقای قریب که سفیر ایران در آنکارا بود، در ترکیه بود، از قول سران ترکیه برای شاه پیغام بود، همین پیغامو آقای کنت مارانش رئیس سازمان امنیت قبلی فرانسه که دوست شاه بود، اونم همین پیغام برای شاه بود. هر دوشو به شاه گفتن که قربان میخوان غربی ها و امریکا شما رو بندازن جاتون یه آخوند بیاره. شاه رو این حرفو باور نمی کنم. گفتن چرا؟ گفت آخه غیر منطقی خردمندانه نیست که من بردارن جای من یه آخوند بیارن. شاه راست میگفت، خردمندانه نیست، ولی آقای کارتر غیر خردمندانه عمل کرد و کمک کرد. خب اومدن یک آقای خمینی رو بردن پاریس، یه سه تا شیاد، من میگم شیاد، شما اسمش رو بگید، اگه لغت بهتری شما پیشنهاد کنید من لغتی که شما میگید بذارم. اگر آقای خمینی مثلا میگوید که خبرنگار ازش سوال میکنه، آقای خمینی میگه که در حکومت آینده ایران که بدون وجود آخونده که حکومت کارش پیش نمیده که، آقای ابراهیم وزیر ترجمه میکنه که آقا میفرمایید که در حکومت آینده ما آخونده هیچ دخالتی نداره.
این کار به نظر شما چریادی نیست؟ بعد اینا اومدن بعد فکر کردن که ممکنه که خبرنگارها و عکاسها اینا فارسی هم بلد باشن، اومدن اصلا عوض گفتن آقا شما هر خبرنگاری که میخواد سوال بکنه سوال چی نمیزه رو کاغذ، ما شب میریم پلی آقا همه سوالا رو میدیم ترجمه کنیم جوابا رو ترجمه کنیم براتون فردا میاریم. این کار کردن. حالا هر سوالی که اینا میپرسیدن آقای خمینی اصلا ممکنه اصلا از آقای خمینی نمیپرسیدن جوابشو، خودشون جوابها رو بر اساس بهترین و زیباترین تزیینات حقوق بشری و نمیدونم آزادی و همه چی در ایران همه آزادن، کمونیست‌ها آزادن، زن‌ها آزادن، اینا رو همه اینا رو قشنگ کلمات خوب و جملات خوب این سه تا شایعات از قول آقای خمینی به مردم به خبرنگارا گفتن و بعد سران قربم که از شام لج داشتن. چرا لج داشتن؟ چون از غرور و خودرایی. آقای جیسکار دستن تو دلش میگه که آقا تو رئیسی کشور عقب‌مانده خاورمیانه، تو برای من خودت نباید بگیری، نباید برای من جست بگیری خودت بالا. همه کارایسی گول خوردن مرز نداشت. این حرفای خوب که مطرح میشد همه روشن فکران تراز اول گول خوردن. خانم آقای ژان پل سارتر گول خورد و همه میگم همه این واقعا توشون که استثناء مطمئن دیده بیده، ولی نویسندگان روزنامه های تراز اول اروپا و امریکا گفتن این آقای خمینی یک قدیسه، یعنی یک آدم روحانیست که برای خودش چی نمیخواد، همه چیزی برای مردم میخواد، میخواد وضع مردم بهتر بشه. گفتن این یک مهاتما گاندی جدیده. مهاتما گاندی کسی بود که مردم مصر، مردم هند رو از به اصطلاح استعمار انگلستان رهانید، ولی خودش چی نمیخواست، خودش همون شیر بازش رو میخورد و نخریتی میکرد نخاره میفروخ که مثلا زندگیش به چرخه. نمیخواست رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه، وکیل بشه. گفتن این خمینی مهاتما گاندی جدیده. خانم آقای تو به من چرا گول خوردیم؟ من اگه ندیدیم توی پونزده خورداد 1342 یادتون نیست؟ اگه یادتون نیست باید خونده باشید دیگه، اگه نمیخونید که پس من همین بلا 10 دفعه هم سرتون بیاد دیگه. اگه مطالعه میکنید در 15 خرداد آقای علم نخست وزیر بود، لایحه رایور را اون که بعدا به انقلاب شاه ملت انقلاب 6 ماده مشهور شد، در این لایحه گفتن که زنان میتونن رأی بدن و انتخاب بکنن و انتخاب بشن، یعنی هم میتونن برن وکیل انتخاب کنن، میتونن برن خودشو وکیل بشن. بعد گفتن که زمین ها رو باید بین رعایت تقسیم کنیم، اونه که رعیت هستن دیگه بهشون نباید بگیم رعیت، باید بگیم کشاورز، و زمین ها رو بهشون قسمت کنیم و کارگره در سود کارخونه ها شریک بشن و مسئله دیگر. آقای خمینی رفت منبر گفت با آقای شاه این علم داره یک کارایی میکنه بدون اجازه شما، یک کارایی میکنه آبروی اسلام رو میبره، شما این کارا رو نکنی. بعد اومد صحبت های تون کرد فلا آخر کار گفت ای شاه یک کاری نکن که به مردم بگم تو اسرائیلی هستی از کشور بندازم بیرون. بعد اوباشی که یاران خمینی بودن، طرفداران خمینی بودن، میگم اوباش خانم آقای فکر نکنم من آدم بد دهنم میخوام توهین میکنم، نه، از اون قدر اسلام اوباش یا یار و یاور آخوندها و سردمداران مذهبی بودن. خود آقای محمد میگه چیکار کرد؟ خود آقای محمد در 10 سالی که تو مکه رو همش مردم نصیحت کرد که جهنم جای بدیه، میسوزید، به چای خوبیه، بیاد خوبی کنید، به حرف منو گوش بدید، هر که من حرف گوش بده میگه خب
منم بارا به خدا میگه خدا اینا منو مسخره میکنن. بعد رفت مدینه، رفت مدینه، اموش اومد گفتش که حمزه، حمزه اموی پیغمبر بود که رولوشن تو فیلم مانتو میکنون باز میکرد. حمزه اومد گفتش که حالا فیلم اینجوری بود که حمزه رو نشون میده ولی محمد رو نشون میده، ولی حمزه گفت محمد یارانمون دارن گشنگی میمیرن، ما چی نداریم، از مکه اومدیم اینجا چیزی نداریم، این مکه چیز داشته اینجا نیومدیم با خودمون که اینجا وضعمون بسیار بده. پیشنهاد کرد که واقعا ما اومد غارت کنیم. خب عربا کارشون غارت بود دیگه، اینقدر غارت میکردن میکشتن که با هم قرار داشتن که دو ماه محرم سفر دست به غارت و کشتار نزنن، همه در امن امان باشن. بعد این غزوه یعنی حمله ناگهانی و غارت در عرب، در جزیره عرب شایع شد بین دوست‌ها و آدم‌کشا. به هم دیگه گفتن بابا ما که تا حالا دزدی می‌کردیم، آدم‌کشی می‌کردیم، مردم رو تجاوز می‌کردیم، بهشون می‌گفتن این کار بدیه، یه نفر اومده توی مدینه میگه اگر این کارا رو بکنید خمسشو یعنی یک پنجمشو به من بدید کار خوبی میکنی، تو بهشت هم اولیه منتظر تونم. خانم آقای من بچه بودم یادمه این تعزیه خونی که میشد، حسینیه که میشد، نمیدونم اینا میشد، اون جاهلای محل، عرقخورای محل، اینا این علم و کتلا و این علامتای هفت فنره و نه فنره و یازده فنره، اون حتما توی تو هست دیگه، علامت یه صلیب بود، یه صلیب بود که این روی این شاخه افقی، صلیب صلیب یه شاخه عمودی داره یه شاخه افقی داره دیگه. این از ایتالیا و اسپانیا پادشاهان صفوی اینا رو آورده بودن مراتب عزاداری، اصلا توجه نداشتن که این صلیب یعنی مال عیساست، مال مسلمان ها که نوشکه، ولی آورده بودن، ولی این خیلی سنگین بود. این جاهلا یک چیزی به کمرشون می‌بستن، اون توی کمرشون من عددی دیدم یک گنگی بود، سه چهار نفر علاو بلند میکنم میگشن تو گودی و اون یارو بعد اونو میزندش. این لنگر این فنر خیلی مشکل بود، تا به جلو خم میشد میخواست بکشه عقب، بعد میخواست بره عقب چون فنر مثل فنری بود، خیلی کار میخواست که اینو میزرداری فلانو. خب این کار از زورمنده میامد، زورمنده که بودن باجگیرهای محلا بودن، این هم مثلا محرم سفر میشودن فلان. حالا آقای خودم میرزدن یاران آقای خمینی در اون پلنته خوزد از ورامون را افتادن، هی که اومدن هی بچه زیادتر شد. اوتوبوس ها رو آتیش دادن، مرس های دختران رو آتیش دادن، مشروب فروشی ها رو غارت کردن. باور کنید خانم آقای، باور کنید، اگر به این تحقیق کنید میتونه پیدا کنید، توی تلویزیون هست شخص آورده. یه دونه مشروب فروشی بود توی خیابان جاله چهار آب سردار ببین یادتون هست ببینم چی جوریه، اونجا یه مشروب فروشی بود که خب هم دانشجو بودیم میرفت که اونجا آبجو میخوردیم ساندویچ میخوردیم اینا، این اومد بعد غارت کردن مغازهشو غارت کردن، میگفت ببینید این شیشه های شکسته اینجا همش آبجوی شمس و مجیدی و آرگوه و بطری های عرقه، من یه کلمه میسکی و کنیاک خارجی داشتم، چرا اونا شیشه شکستش اینجا نیست؟ اونا رو بردن، دوزیدن. میدونی هم چی؟ یعنی یاره آقای خمینی که اومده اونه با آقای خمینی کمک کنن که بیاد شده آقا بندازه زنن تو جیبش، اونا پر کنن از ویسکی و کنیاک و مشروبای خارجی گره قیمت، بعد اون از قیمت ها رو زدن شکستن رفتن اونا رو چپ خوردن، یه منصور سهمه رو ببرن که. خب من سوالم اینه ما چرا گول خمینی رو خوردیم؟ ما که دیده بودیم این چیه که، ما تجربه داشتیم که آخوند جماعت چیه که، آخو ما دوباره این گول خواهیم خورد؟ دوباره این آخوند دیگه میاد میگه من خوبم فلانم؟ ببینید در انتخابات اخیر ایران یه سری مردم
اینه که داخل بودن یه سری شرکت کردن یه سری شرکت نکردن. ببینید در انتخابات یه سری آدما مجبورن شرکت کنن، سپاهی، بسیجی، لباس شخصی، کارمند دولت، ارتشی، پلیس فلان و کارمندان دولت، یه سری اجباری ندارن برن رای بدن. در زمانی که آقای موسوی میخواست انتخاب بشه همه رفتن رای بدن، اونایی که با رژیم اسلامی مخالف بودن به یه دلیلی از اینجا رفته بودن دیدار خواهر فامیلشون و مادرشون و پدرشون، اینها رفتن توی بالکن ها فریاد میکنن موسوی موسوی میروزن میروزن، فقط همه رفتن رای دادن، یعنی اون خارج نشین هایی که رفته بودن داخل رای دادن. اما خب اونجوری شد دیگه، در این انتخابات یه سری رای دادن یه سری رای ندادن. من اینی که به شما میگم اطلاع دارم، یعنی آماری که من به دست من میاد آماریست که شاید صحیح نباشه، چون یه سری آدم ها به من ایمیل میزنن تماس میگیرن، همه چه تماس نمیگیرن که، از این مثلا فرض کنید 100 تا ایمیلی که من تماس دارم میبینم باور کنید نصفش میگن ما رای دادیم، نصفش میگن ما رای ندادیم. حالا میخوام بگیم اون که رای دادن مثلا خائن هم باید کلاشون رو ببید، یا اون که رای نردن خانه هم باید کلاش، نه آقا، هر دوشون ایرانیان، هر دوشون احترام دارن، هر دوشون ملتشون کشورشون دوست دارن. من گفتم که اونایی که خارجن در خارج رای ندن، جلو کنسولگری و سفارت و دفتر حفاظت رو نمیدونم، جلوی مسجدی که وابسته به رژیمه و جلوی اینجاها صف نبندیم، نشون بگید که ما نمیدیم رای بدیم، ولی اونه که داخلن اونا دستشون زیر سنگه، یک سنگ گذاشتن اینجا و یه نفر پایش گذاشته سنگه رو فشار میده، اگر این فشار پای این آدم صده صد درجه فشار میده، اینا دوست دارن یه نفر بیاد که 80 درجه فشار بده، پس رای دیدن به اونی که فکر میده 80 درجه فشار میده. جلوشونی نگیرید، بذارید خودشون هر کاری میخوام بکنم بکنم، بهشون نگید اگه رای بدی خائنی، نه، اگه رای بدن میان پرستن، اگر هم رای ندن بازم میان پرستن، اون به اون نظرشون اون بوده. حالا این انتخابات انجام شد، ببینید همه گفتن که خیابونا خلوت میشه فلان میشه فلان میشه، ببینید در انتخابات قبلی در تهران، امیدوارم که عدد درست گفته باشم، از روی روزنامه خوندم 3500 خورده میلیون، 3 میلیون و نیم تقریبا رای دادن، امسال 4 میلیون رای دادن، یعنی بیشتر رای دادن، و آقای رفسنجانی بیشترین رای آورد، آقای روحانی که رئیس جمهوره بعد از اون آورد، اون آقای محمد تقی مصباح یزدی که اون فسیل عقب مونده ای که همش بکشو بگیره ببنده، پس رای نیاورد، انتخاب نشد. محمد یزدی که رئیس مجلس خبرگان بود، که اصلا مجلس خبرگان یعنی محمد یزدی، رای نیاورد. الان میگم چیکار میکنه، الان من آوردم مجله دیگه، فرصت فکر نکنم بشه، الان میگم فشار میارم به اونایی که رای آوردن که شما استعفا بدید، انصراف بدید. وقتی انصراف بدید رای آقای محمد یزدی میاد بالاتر، مثلا الان یه نفر مثلا 18 همه مثلا میاد نفر 17 همه میشه 16 همه میشه، میرسه اون تعدادی که باید بیان توی اونجا. و الان هنوز من تا جایی که میدونم، البته من دقیقا در جریان ساعت اخبار نیستم، این ساعت چی شده نمیدونم، مجلس خبرگان که در انتخابات رو تعیین بکنه اول اومده نامزدها رو رد صلاحیت کرده، رد صلاحیت کرده، یه دیری بسه اینا صلاحیت دارن، مردم رفتن بین اونایی که آقای نگهبان شورای نگهبان گفته صلاحیت دارن پیدا کردن افرادی رو که یار یار خام خام خامنه ای نیستن، به قول خودشون اصلاح طلب هم منتها اصلاح طلب های ناشناخته بودن، مجلس خبرگان نفهمیده این اصلاح طلب هم، اونها رفتن توی مجلس. یعنی الان تمام نمایندگانی که برای مجلس انتخاب شدن از طرف در تهران تمامشون اصلاح طلبن، یعنی تمامشون اصلاح طلبن، من نمیگم اصلاح طلب خوبن ها، مسئله شقاوته، اگر اونا 100 تا شقیان اینا 80 تا شقیان، و مردم دوست دارن
اون شقاوت کمتر بیاد، جای شقاوتی بیشتر رو بگیره. شما تو دلسه بگید آقا همه رژیم بندازیم کنار، آره بندازیم کنار، یه لقت زدیم افتاد کنار. چجوری خانم آقا؟ چجوری بندازیم کنار؟ کی بندازیم کنار؟ چند دفعه گفتم تکرار میشه، قوی ترین سازمان یافته ترین گروه اپوزیسیون در خارج مجاهدا هستن. مجاهدا میگن اول بگیم مرگ بر شاه، مرگ بر شیخ، تا رای بگیم یا باور بزنیم. چجوری میتونیم با هم بستگی پیدا کنیم بگیم به حضور من بگیم ما بیرو که بگیر به بند نیست و زندانی نیست و شکنجه نیست و آزار نیست و نمیدونم اینا نیست، نمیتونیم با هم توافق کنیم. اونا بدبخت هایی که اون تو هم تا به اون داره بگه که آقا فردا به مورد رژیم حرف بزنیم، میخواییم ببینیم چه دیگه جمع بشیم رژیم بمیده، همون لحظه رو بر خواهش میشه برش یه صداش گوش میدن یا تا یه اینکه توی عامل نفوذی تو همین خارج عامل نفوذی دارن که موها رو به هم بمیزن، چون فکر میتونی داخل ندارن. یارو خودش مثلا فرض کنیم که ارتشیه، مثلا به اون یارو یکی میگه میگه که آخه ما خیلی خرج شدیم این رژیم اسلامی، آخوند به ما دستور میدن، میخواد به این چی میگه؟ این میتونه بیاد بگه آره راست میگه و چند نفر رو جزم کنه بعد بره همه رو لو بده. اونجایی که اینقدر درگیه ما میخواییم اونا برن با هم متحد بشن، آخه اونا تا بخواهم متحد بشن میزیره میشون، تا بخواهم متحد بشن میکشه میشون. اگر راهی هست که ما بتونیم همه رو رژیم اسلامی رو به یه لقت بندازیم بره، به من بزید، من جون امیدم که اون اتفاق بیفته، ولی راهی نیست. راهش اینه که آقای خامنه رو اعتبار قدرتش رو برای ملت ایران نشون بدین که کاهش یافته، نشون بدین که اعتبار رو نداره. اگر این رای بده مردم ایران اون یکی رای میدن، اگر این آدم ها گفتن ما طرفدار خامنه‌ایم پیمان رای نمیدن، اگر آقای رفسنجانی گفت هر کس صلاحیت من رد کرده، این که آقای خامنه‌ای رد کرده بود، گفت هر کی صلاحیت من رد کرده نادانه، میرن به اون رای میدن، چون که به خامنه‌ای گفت نادان. هر کس که آقای خامنه‌ای میگه مأمورین نفوذی لندن اومدن دارن کارا رو میکنن، آقای حسن روحانی میگه که آقا نفوذی نداریم، از این کلمه مردم سوء استفاده نکنن. خب به کی رای میدن؟ به آقای روحانی رای میدن که بلکه ضد خامنه‌ای حرف میزنه. آقای روحانی در وسط بحران مذاکرات برجام، آقای خامنه‌ای میخواست مذاکرات رو دستور بده قطع بشه، آقای روحانی رفت گفت استعفا میدن اگه این کارو بکنی. پس ما نمیتونیم یک بار رژیم بندازیم، مرحله به مرحله باید بندازیم. خانم آقای یک چیز بشون بایدم، در سوئد هم یک بار رژیم هیچ وقت نینداختن، در سوئد هم از اون پادشاهان دیکتاتور مرحله به مرحله رسیدن به پادشاهانی که پادشاهان سمبل وحدت ملی هست، در اداره کشور دخالتی نمی کنن. یه بار دیگه در پایان برنامه ازتون میخوام اگه دلتون یه ذره محبت پیدا میشه، یه ذره لطف پیدا میشه، یه شادی عید شادی بهار هست، قلم و کاغذ بردارید، چک برید بنویسید بفرستید به آقای امیدوار، بذارید این تلویزیون بره روی ساتلایت. فرض کنید که به آقای امیدوار و همکارانشون از جمله به من عیدی دادید و ما هم سپاسگزاریم، از هم اکنون سپاس میگیم، سپاسگزاریم که این تصمیم رو گرفتید و عملیش خواهید کرد. به هر حال عید ایران یک عیدی است که همه مثلا به من این خارجی‌ها میگن که عیدتون چجوریه، 20 مارس چه چجوریه، فلان کی میشه، چی میگن. ببین عید ما لحظه است که بهار شروع میشه، جا میخورن لحظه که بهار شروع میشه، بله لحظه که بهار شروع میشه عید ماست، لحظه ای که بهار شروع میشه یک لحظه است، برای همه کره زمین یک لحظه است. در نتیجه
این کره زمین و خورشیده اون لحظه ای که زمین در حرکت انتقالیش میرسه به مرحله ای که روز و شب مساوی میشه و بهار شروع میشه، در اون لحظه ممکنه که اینجا زور باشه، اینجا مثلا فرض کنیم که غروب باشه، اینجا سر شب باشه، اینجا نصف شب باشه، اینجا نزدیک صبح باشه، ولی در یک لحظه هم این رو هم تحریک میکرد. یکیشون تاریخش ساعتش روزه، یکیشون ساعتش شبه، یکیش ساعتش صبح، یکیش ساعتش غروبه، ولی در یک لحظه کره زمین زمین که دور خودش میچرخه زمین از این محل از این خط عبور کرده، از زمستان وارد بهار شده، به اون روز اول عید ماست. در حالی که در عید مسیحی، عید مسیحی مثلا واشنگتن دوازده شب میشه عید میشه، نشون میده اون مثلا گوی کره اومد پایین، همه مردم رویا کشیدن فلان اینا، بعد این بیان روستا نشون میده میگه نه همه هیچ خبر نشده داره میاد، مردم داره اونجا میشن. بعد مثلا وقتی که در واشنگتن میشه ساعت یک، در روستا میشه ساعت دوازده، بعد اونجا روستا میشه سال داره. بعد اونجا که سال تبدیل شد حالا دو ساعت بعد لس آنجلس، وقتی که مثلا واشنگتن ساعت سه است، هوستون ساعت دوه، واشنگتن ساعت دوازده، لس آنجلس ساعت دوازده و عید شده. این عید اونجوریه. عید مسلمانی هم که ماهاشون همش در حال تغییر دیگه، مثلا فرض کنید که میگن فرض کنید که ربیع الاول، ربیع الاول اگه معنی کنی میشه ماه اول بهار، در حالی ماه اول بهار ممکن تو وسط زمستون باشه، ممکن وسط پاییز باشه، ممکن وسط تابستون باشه. یعنی وقتی این اسم ماه رو گذاشتن ربیع الاول، عقلشون نرسید این ربیع الاول الان اگه اول بهاره، خب 20 سال بعد دیگه این رفته یه فصل رفته بیرون، 20 سال بعد این تقریبا 6 ماه فرق کرده، 20 سال بعد 20 تا 10 روز 200 روز فرق کرده، کلی رفته جایی که عوض شده. ماه چینی همینطور، ماه اپری کلمی همینطور تغییر میکنه همش. ولی باور کنید بهترین دین دنیا، من به دین اصلا اعتقاد ندارم، من با نظریه داروینی که کسی قبول کنه دیگه نمیتونه آدم اول قبول کنه. داروین میگه انسان از نسل میمونه و فسیل هایی رو پیدا کرده که برخی صفاتشون به انسان میره، برخی صفاتشون به میمون میره. میگه ببینید از این مرحله، از این تاریخ همه میمون بودن، در اینجا آدم های میمونه، انسان میمونه، میمون بودید در اینجا، در این مرحله میگه یه میمون داریم، یه آدم، آدم میمونه میمون تموم شد دیگه. ولی اگر بخوایم یه دینی داشته باشیم باید زردشتی باشیم، باید دین آبا اجدادمون رو داشته باشیم، همه چیزش بهتره. میگه که آقا شادزیستی، دین زردشت میگه شادزیستی، آبادسازی، داد و دهشمندی. شادزیستی یعنی بگو، بخند، شراب بخور، برقص، این شادزیستیه. این دین نیست که، این بیماریه. سال خوبی داشته باشید، امیدوارم برای همه آدم های خوب سال خوبی باشه، برای آدم های خبیث سال بدی باشه. من این بعضی همی دعا میکنه، همه رو دعا میکنه، میگم برای همه مردم دنیا خوشی بیاری. نه آقا، برای آقای خامنه‌ای نمیخوایم سال خوب باشه، میخوایم برای آقای خامنه‌ای سال بدی باشه. رژیم اسلامی اینشون بمیره، رژیم اسلامی هم به مردم اینشون تمام بشه. ولی برای اون مردمی که تو زندان هم، برای اونایی که ستم میکشن، برای که اونایی که ظلم و جور میکشن، برای که با اون رژیم مبارزه میکنن، برای اونها سال خون و پاره پیروزی آرزو میکنیم، پیروز بشن اونها. برای شما ایرانیایی که این برنامه رو گوش میدید و این برنامه رو تماشا میکنید، براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. شما رو همونطور که اهورامزدا به مشیا و مشانه گفت بر اساس خردتون زندگی رو اداره کنید، شما هم بر اساس خردتون همون دستور رو بپذیرید و خردتون رو خدای خودتون بدونید. و همونطور که اهورامزدا گفت خردتون، نگفت سیب گلستان گلستان دل نکنید،
گفتم همچی خراب تو نیجا همون کار بکنیم. خب یه بار دیگه سال نو رو تبریک میگم. بیدیم آخرین برنامه من در سال 1394 بود، دیگه چند روز دیگه سال 1395 و سال 2575 هخامنشی شروع میشه و من افتخار این بخواهم داشت که در سال جدیدم در خدمتتون باشم. Thank you.